کانال موسبز رو لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن و پیج موسبز رو در اینستاگرام دنبال کن. به نام پروردگار عالمیان. موسبز تقدیم میکنه. سلام به دوستان و همراهان عزیز موسبز، امیدوارم که شاد و سلامت و پیروز باشید. امروز همونطوری که قبلا قول دادم میخواستم یه ویدئویی براتون تهیه کنم که داخلش توضیح بدم که این گیاهان محلی که ما میچینیم کدوما هستن، اسمشون چیه، به چه صورت هستن و اینها. در ادامه ویدئو با من همراه بشید. این گیاهی که در تصویر میبینید پاغازان هستش، یعنی شبیه پاهای قاز هست برگاش، و این گیاه یک گیاه خوراکی و بسیار خوشمزه و معطر هست. به این صورت میچینیمش و جمع‌آوری میکنیم. این گیاه پاغازان هست به همین سادگی. در ادامه توضیحاتی هم براتون میگذارم. بعضی جا کنار بقیه علف ها در میان پاغازون ها. شنگ ها بیشتر در زمین های سختری رشد میکنن که زیاد انقدر خیس نباشن، یعنی انقدر سبز نباشه. جای سفتری سنگیتری در میان و شنگ ها ریشه هاشون هم بلندن، ریشه هاشون هم خوراکی و قابل استفاده است. قبلن هم یه پستی راجع به شنگ یا همون سالسیفایی که خارجی بهش میگن صحبت کردیم. میتونید بعضیشو خودتون بخرید و به قولی توی باغچه هاتون بکارید. این گیاه پاغازان است، پاغازون، که در همچین جاهای پیدا میشه، میتونید بکارید، ببخشید، میتونید بچینید. یه نکته ای رو خواستم بهتون بگم توی این ویدیو، این گیاه پاغازون یا پاغازان نیست دوستان، اشتباه نگیرید. پاغازان تصویرشو براتون الان میگیرم، یه ویدیو از پلاستیک دارم یه تیکه ای بهتون نشون میدم چقدر فرق داره. پاغازان یه حالتی داره مثل پای قاز هست، میبینید ستاییه، بعد برکاش رگ برکاش مشخص هست، بغلش تیز تیزیه، روبروی برگ هم این شکلی است. خیلی هم معطر، یعنی دست بهش میزنید عطرش رو حس میکنید، یا بو بکشید قشنگ عطرش مشخص است. این خار هست و پاغازان نیست، اشتباه نکنید لطفا. ساکولنت خورشیدی محلی لرستان، به اچوریا اشوریا اینا هم میشناسم، اشوری خب کامل دیفاینشو نمیدونم، ولی خب ساکولنت محلی لرستان هم اینا. این هم یه ساکولنت دیگه از همون ساکولنت های محلی سمت ما هست، مثل کالانکوه هستن، کالانکوه های پشمی، اما فرق میکنن کلن خانواده شون. اسم اصلی دیفاینش رو باز نمیدونم، اما خب ساکولنت محلی هستن، میتونید راحت تو گلدون پرورشش بدید اگر بذرش گیر بیدید. این زرشک محلی درستان هست، همون تازه بنگ دادن، برش موزا میشه، خیلی زیبا هستن و آخرهای برج دو و اول برج سینا خیلی زیبا. این گیاهی که در تصویر میبینید گیاه بیج هست که برای پادرد و کمردرد و دسترد بسیار عالی است و خواص درمانی بسیاری داره. این گیاهی که میبینید گیاه کنگر معروفه. این گیاه هم گیاه لوه است، خیلی خوشمزه و خوش عطر است و ما بسیار دوستش داریم در استان لرستان. این هم گیاه مورد علاقه من، یه ذره خیلی دوستش دارم. این هم گیاهان محلی هستند که مجموعاً بهش میگن همه تره یا هفت تره، و شنگ و پاغازان و گل گاو زبان و ریشقازی و بلمک و اینها قاطی هم اینها هستند. این هم یکی از گیاهان محلی و استان و لرستان هست، به نام لوه شناخته میشه و خوراکی هست و خیلی خوشمزه است، با عرق و روت و تخم و مرغ و اینا پخته میشه و سر میشه. خیلی هم اینجا طرفدار داره گیاه لوه.
گیاه گرگاه زبان است که همه میشناسیدش، آرامش بخش است و خیلی خواص داره. میتونید اینطوری بچینید، میتونید گلهاش هم بچینید بخورید. علفای گیاهی، علفای بهار رو بچینید و بخورید، خیلی خوشمزه هستن. این گیاه شنک است که قبلا هم پستش رو براتون گذاشته بودم، سالسیفای. میتونید با بذرش هم بکارید، اما خب محلی و اینکه توی بهار خودتون بچینید دستکوه یه چیز دیگه است، مزهش اصلا کلا فرق میکنه، خیلی خوشمزه تره. نه همون گیاه پاغازون است که پاغازون بهشون میگیم، بعضی هم بهشون میگن پاغازون. نه همه این گیاهان خواص دارویی دارن و خیلی خوشمزه. اینم گل گاوزبون که اینجا نشونتون دادم، آرامش بخش و بسیار عالی. اینم گیاه ریشخازی است، یکی از گیاهان محلی که ما میچینیم و میپذیمش، مثل بقیه گیاهان محلی که اینجا هستن. این گیاهان همه قاطی هستن، بهشون میگن همه تر، یعنی همه گیاهان محلی هستن قاطی با هم. و این گیاه ریشخازی است، خیلی هم خوشمزه است بین همین علف. و بعد گیاهان دیگه هستن مثل چمول و بلمک و کنگر و گزره و اینا که بعدا توی ادامه ویدیو نشونتون میدم. اینم گیاه گزره است که بهتون گفتم نشونتون میدم. من خودم اینو با ماست خیلی دوست دارم، خیلی خوشمزه است. باهاش خورشت گزره هم درست میکنن، خیلی خیلی خوشمزه است. و توی اینترنت اگه سرچ کنید نمیاره عکسشو و اصلا توضیحات خاصی نداره، چون زیاد اطلاعات خاصی راجع به گیاهان محلی نمیدن. گیاهان بسیار دیگه مثلا مثل دامینو و پستشون رو خدمت میذارم، فکر نکنم الان اونجا آویشن و پشم باشه، چون فصلش نیست هنوز. دوستان این ریشه گیاه کنگر است که باهاش خورشت کنگر معروف رو درست میکنن، خیلی خیلی خوشمزه است. حتما باید با دستکش پاکش کنید، چون یک تیغایی داره که اینها رو باید با دستکش پاک کنید، مگر نه تیغاش میره توی دستکش. خب دوستان گفتم چون روی فست موشن بود، روی حالت تایم لپس بود، نمیشه توضیح بدم درست حسابی بهتون بگم چطور پاک کنید کنگرها رو. کنگرها با هم دیگه فرق میکنن تو قدشون، مثلا اینکه قدش کوتاهه کنگر خیلی کوچولوتری ازش دارن، در این اینکه بلندترن خیلی کنگر بهتری ازشون دارن. اول از همه قسمت بالش که خار داره رو صورت حالا هفتی هشتی میتونید اینجوری وی شکل وی برعکس پاک کنید که دیگه خاری ازش نباشه. اگه دیدید دوباره خارها رو بگیرید، چون اینا اصلا خوب نیست خار داشته باشه. خب بعدش تهشو میزنید، چون قسمتی که ریشه در میاد خیلی سفت و خشکه، خوب پخته نمیشه. نمیذاریم کنار، حالا یه خط کوچیکی میندازیم. بعدش پوستشو به همین صورتی که میبینید میگیریم، پوست مشکی رو میشود از نحوه پاک کردن کنگر. در ادامه با ویدیو همراه باشید. حالا این کوچیکه رو گفتیم همین پاکش کنیم، ببینید چه شکل میشه. الان نگاه کنید هنوزم خار داره، بازم میگیریم ازش خاراشو. قسمت تحت و نیشم زیاده، خیلی نتیبه اون دیدید شد یه قندی. پس کنگرهایی رو بگیرید که قلمی باشن،
کشیده باشن. البته خب چون کیلویی میفروشن ارزونم هست قاطیشون اونجوری میفته، اما عمدهشون این شکلی باشه کشیده و خوب، چون اینا بهترین کنگرا رو میدن بهتون. توی ویدئویی که سری شده بود سرعتش بهتون نشون دادم اینا بهترن. همشون اینجوری بودن، مثلا قاطیش ممکنه یکی دو تا اونطوری هم بیاد. این کشیده ها پاکردنش بهتره، کنگرهای بهتری هم بهتون میده، قلمی و خوشمزه. سبزیست که صفایت بدهد، به جهان خرمی روح فضایت بدهد. کانال موسبز رو لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن و پیج موسعد رو در اینستاگرام دنبال کنید.